پاکستان تاوان حمایت از طالبان افغانستان را با خون می‌پردازد. و هولناک‌ترین خبر به زن مرد میلیون‌ها پشتون و کم سابقه‌ترین قتل عام در تاریخ پشتون‌ها رقم خورد. طالبان پاکستانی می‌خواهند مانند طالبان افغان خود حکومت دینی در پاکستان ایجاد کنند. در زبان فارسی یک ضرب المثل است که میگوید چاقو هیچ وقت دسته خودش را نمی برد، اما طالبان نشان دادند که این ضرب المثل خیلی هم مصداق ندارد. اگر دولت پاکستان در مورد از کنترل خالی شدن طالبان کوچکترین تردید داشت، حالا دیگر به آن یقین دارد. حمله انتحاری پشاور خونین ترین حادثه تروریستی است که پس از لغو آتش بس میان تحریک طالبان پاکستانی با دولت این کشور رخ داد. رسانه های پاکستانی روز سه شنبه گزارش دادند که شمار کشته های این حمله انتحاری به 88 تن رسیده است. این افزایش تلفات انسانی پس از آن اعلام شد که نیروهای امداد در پشاور اجساد زیاد را از زیر آوار مسجد که هدف حمله قرار گرفته بود بیرون آوردند. جالب است با وجود این که یکی از فرماندهان ارشد DDP مسئولیت انفجار پشاور را بر عهده گرفت، پس از این که وزارت خارجه امارات اسلامی طالبان در کابل حمله پشاور را محکوم کرد، DDP نیز به سرعت اعلام کرد که تحریک طالبان پاکستانی پشت سر این حمله نیستند. این مسئله هماهنگی طالبان دو کشور را به خوبی آشکار می‌دهد. برای پاکستان دیگر اکنون باید کاملا مسلم شده باشد که امارات اسلامی طالبان با شدت وحدت پشت سر همتایان پاکستانی خود ایستادند. اصلا به نظر می رسد این طالبان افغانستانند که برای افزایش حملات به دولت پاکستان به TDP چراغ سبز نشان دادند. اگر به اظهارات تازه ملا هیبت الله رهبر امارات طالبان در مورد پاکستان اگر توجه کنیم، نور این چراغ سبز کاملا واضح دیده می شود. TTP در آغاز هفته فایل صوتی سخنرانی ملا هیبت الله رهبر طالبان افغانستان را منتشر کرد که در آن نظام پاکستان را غیر اسلامی می‌خواند و او گفته بود که در پاکستان قوانین انگلستان اجرا می‌شود و قانونی که در این کشور تصویب شده است را قضاتی تدوین کرده است که اکثر غیر اسلامی و غیر شرعی بودند. این پیام ملا هیبت الله چراغ سبز آشکار به TTP برای ترتیب دادن عملیات زیر دولت پاکستان بود و ملا هیبت الله تلویحاً جواز شرعی حمله به دولت پاکستان را صادر کرد، زیرا به باور طالبان در پاکستان نظام اسلامی حاکم نیست و در یک کشور مسلمان باید حکومت به دست روحانیون باشد، آن هم روحانیونی که رسماً با امیرالمومنین انتخاب شده خود بیعت کردند. ABN در این گزارش می‌دهد واکنش منظور پشتین به حمله پشاور در برابر این جنگ‌های دلاری هیچ جای جز وعدت نیست. در ادامه واکنش‌ها به حمله پشاور، منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون گفت یک بار دیگر خون پشتون‌ها ریخته شده است. در برابر این جنگ‌های دلاری هیچ جای جز وعدت نیست. منصور پشتین ضمن محکوم کردن این حمله افزوده که تلاش‌های ما برای ایجاد یک وحدت ادامه خواهد داشت. محسن داور عضو پارلمان و از رهبران ارشد جنبش تحفظ پشتون همچنان گفت در پختونخوا جنگ در جریان است و کشتار پشتون‌ها ادامه دارد. پس از ظهر روز گذشته حمله انتحاری در یک مسجد در شهر پشاور خیبر پختونخوا 59 نفر کشته و ده ها زخمی بر جا گذاشت. ادامه خبر اندپندنت پرژن. TTP از ماه نوامبر که آتش بس با دولت پاکستان را به صورت یک جانبه شکست، حملات سنگین خود را آغاز کرد. به گزارش رسانه‌های پاکستانی تقریبا هر روز یک حمله از سوی TTP به مواضع دولت پاکستان صورت می‌گیرد. این حملات تقریبا ارتش و پلیس پاکستان را زمینگیر کرده است. پاکستان چه خواهد کرد؟ به نظر می رسد پاکستان از این که بتواند دوباره با آتش بس طولانی مدت با تحریک طالبان پاکستانی برسد ناامید شده است. پیش از این میانجیگری امارات طالبان افغانستان و ضمانت‌های آنان زمینه‌ساز آتش بس در پاکستان بود، اما حالا چنین می نماید که امارات اسلامی طالبان در کابل هم به میل نیز در پاکستان یک امارات دیگر یا دنباله همین امارات شکل بگیرد. جنگ با TTP هم نمیتواند این گروه را به صورت کامل از بین ببرد، زیرا این گروه در خاک افغانستان ریشه دوانده و در این کشور پایگاه‌های آموزشی ایجاد کرده است. این شیوه دقیقاً همان استراتژی پاکستان برای به زانو درآوردن افغانستان بود. جنگ 20 ساله ناتو و دولت افغانستان با طالبان با وجود تلفات فراوان طالبان هرگز به پایان نرسید، زیرا عقبی این گروه که در پاکستان حضور داشتند به صورت مستقیم جبهه‌های جنگ را تغذیه می‌کردند و زمانی که طالبان افغانستان کمبود نیرو داشتند، مدارس دینی در پاکستان به بسیج نیرو برای این گروه اقدام می‌کردند.
در نتیجه هزاران نیروی تازه نفس به جبهه های جنگ در افغانستان اعزام می شدند. حالا نوبت طالبان افغانستان است که دین خود را به طالبان پاکستانی ادا کنند. به این ترتیب پاکستان ناگزیر است به ائتلاف جهانی برای مبارزه با تروریسم در منطقه وارد شود. تی تی پی دیگر به کمتر از قبضه قدرت در پاکستان رضایت نمی‌دهد و وقت می‌بیند طالبان در افغانستان با وجود حضور 42 کشور قدرتمند جهان و هزاران نیروی آموزش یافته افغان پیروز شدند و به قدرت رسیدن امیدش برای پیروزی در پاکستان بیشتر هم می‌شود. مزید دیگر برای تی تی پی این است که می تواند از تسلیحات پیشرفته که امریکا در افغانستان باقی گذاشت مستفید شود. بر اساس گزارش ها تسلیحات امریکایی همین حال هم به دست گروه های جهادی در کشمیر رسیدن و آنان با این تسلیحات به جنگ دولت هند می روند. از لحاظ سیاسی اقتصادی نیز طالبان مانند گذشته به پاکستان وابسته نیستند. این گروه در یک سال و نیم گذشته خود را به چین و روسیه نزدیک کرد. این نزدیکی و طالبان استقلال اقتصادی و سیاسی عطا کرد و آنان توانستند خود را تا حد زیاد از زیر یوغ طالبان یعنی پاکستان بیرون بکشند. تنها راه حل برای پاکستان همکاری با طالبان میانه رو است که میخواهند چهره افراطی این گروه را کنار بگذارند. هرچند بسیار بر این باورند که تفکیک طالبان به طالبان میانه رو و افراطی غیر منطقی است و طالبان همه یک جور فکر میکنند، واقعیت این است که برخی از اعضای رهبری طالبان این حجم افراطگری را نمیپسندند. به خصوص اعضای دفتر سیاسی قطر که در 7 تا 8 سال گذشته دائما با سیاستمداران مدره جهان در گفتگو و مذاکره بودند، به خوبی می‌دانند که این شیوه قهقرایی حکومتداری طالبان نمی‌تواند دوام بیاورد. بخش از رهبری طالبان خوان تعامل با جهان و رعایت برخی از ارزش‌های انسانی در افغانستانند. آنها برای تداوم حیات سیاسی خود هم که شده دوست ندارند افغانستان به سکوی پرتاب برای گروه‌های تروریستی دیگر که با کشورهای همسایه مشکل دارند تبدیل شود. غنی خود ابر دروغ بود. ادامه‌اش. شماره از هواداران غنی هنوز هم فرار او را توجیه میکنند و به این باورند که اگر غنی در ارد می بود برنامه امریکا این بود که او قدرت را به طالبان تسلیم کند و در این صورت زمینه بر رسمیت شناختن طالبان هم بیشتر شود. اما هنیف ادمر وزیر خارجه دولت غنی در یک گفتگوی رسانه‌ای تایید میکند که تاکنون پاسپورت های غنی در نزد او موجود است و رئیس جمهور پیشین در یک برنامه از قبل طرح شده و خلاف تعهد جمعی سیاستمداران افغانستان را ترک کرده است. این میرساند که او تمایل به خواسته ها و دیدگاه های مردم نداشته است و نمیتوانست پیش از فروپاشی و سقوط کشور به مردم رجوع کند و از مردم بپرسد که چی میخواهند. حالا بعد از حدود 18 ماه گفته می شود که اشرف غنی در اشرتکده‌اش در امارات متحده عربی مصروف نوشتن کتاب خاطرات خود است. ممکن است برخی از موارد پنهانی بر رقم چربی روایت خودش از گفتگوهای صلح که میان او و ایالات متحده تبادله شده همگانی شود، اما روایت اصیل و واقعی شمرده نمی شود، زیرا غنی در تمام جریان عمر خود با واقعیت‌های عینی و میدانی جامعه افغانستان را عمل نکرده است. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشه.